الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الإهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله العظيم خدمت همه شما بینندگان عزیز شنوندگان عزیز خواهر و برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات به توفیق خداوند تبارک و تعالی باز هم خوشبختانه در خدمت شما و در سلسله درسهای آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم یکی دیگر از جمله قضایای مهمی که هر مسلمان باید بداند این هست که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو به کفاری و به غفلت نخوری همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری همه چیز برای انسان آفریده شده و انسان برای الله برای ایبادت و انسان برای عبادت به بندگی و عبادت به بندگی برای الله جل و جلاله آیا فکر کردید تا حال با این قضیه؟ که چقدر نعمت های گوناگون و متنویر الله برای رشد و تکامل و در خدمت تو انسان قرار داده اگر در قرآن نگاهی بیندازیم اونجا در میابید که زمین و آسمان برای انسان آفریده شده حیوانات برای انسان آفریده شده آفتاب، محتاب، این دو نعمت بزرگ الهی برای انسان و در خدمت انسان هست حتی بعضی از فرشتگان الله جل و جلاله در خدمت و برای انسان هست دریاهایی با این بزرگی با این پهناوری در خدمت انسان هست و برای انسان هست و در اخیر الله جل جلاله میگوه آنچه که در زمین آسمان هست برای شماست و در تسخیر شماست سخر لکم الشمس و القمر آفتاب و محتاب را الله برای شما آفرید لکم در خدمت شماست برای شما آفرید سخر لکم البحر کشتیها را دریاهای بزرگ را الله تبارک تعالی برای شما آفرید سخر لكم الفلک این کشتی های بزرگ را که در دریا حرکت می و شما از آنها منفعت می گیرید برای شما و در خدمت شما الله تبارک و تعالی آفرید و خلقها لكم این حیوانات را که شما می بینید و آنها مشاهده می کنید و از نگاهی بر آنها لذت می برید از گوشت اونها استفاده میکنید از پوست اونها استفاده میکنید از مو پشم اونها استفاده میکنید از شیر و ماست اونها استفاده میکنید اینها نعمتی است که برای شما الله جل جلاله اینها را آفرید سخر لکم ما فی السماوات و الارض آنچه که در زمین و آسمان هست الله در تسخیر شما و برای شما و به خدمت شما و برای نفع شما الله جل جلاله و آفرید و در اخیر الله جل جلاله میگه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او ذاتی است که آفرید در زمین همه چیز را برای شما به خاطر رشد شما اما از ما در ایوس چی تقاضا دا دارد چی میخواهد الله جل جلاله این همه نعمت داده برای ما به خاطر چی همه چیز را برای ما داده و ما را برای عبادت به بندگی آفریده و عبادت به بندگی را برای خود اختصاص نه برای غیری نه برای دیگری ظلم است که از نعمت خدا استفاده کنید از رزق و روزی خدا استفاده کنید در زمین خدا زندگی کنید از آب و هوای پاکیزی که الله داده استفاده کنید به باز عبادت به بندگی را برای غیر خدا انجام بدهید این بالاترین ظلم است تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک و بینیاز می سپاریم شادو موفق باشید و کامیاب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته